اللهم صلی علی محمد و آله و عطرته بعدد کل معلوم لک عمل قبولیت دعا وقت شب از خواب بیدار شدی پیامبر صلی الله علیه و می فرماید هر شخصی که بعد از نماز این سه آیه آخر سوره صافات را بخواند خداوند اجر و پاداش کامل نماز را برایش می یعنی اگر در نماز کمی و کاستی و کوتاهی شده باشد خداوند درگذر می کند عزیزانم چون که فکر ما در نماز بسیار منتشر می باشد خضو و خوشو نداریم روی این انرژی مثبت فیوز و برکات و انوار در وقت نماز به بدن ما داخل نمی شود هر قدر ربط ما با خدا در وقت نماز زیاد باشد و محکم باشد همان اندازه هیلینگ انرژی فیوز و برکات یا انرژی شفا بخش به بدن ما زیاد داخل می شود حضرت علی کرم الله وجهو میفرماید اگر شخصی از شما میخواهد که در قیامت پیمانه اجر و پاداشش کامل باشد پس آخر کلام هر مجلسش این سه ه خ صوره صافات باشد عزیزانم وقتی شب خواب میکنید هم این سه آیه را لازمی بخوانید سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین این سه آیه درود و سلام بر تمام پیامبران است و وقتی شخصی این را همیشه بخواند روز قیامت تمام پیامبران شفاعت آن شخص را می کند عزیزانم خواب برادر مرگ است وقتی قبل از خواب این سه آیه را بخوانیم هم سنا و صفت خداوند را بیان کردیم و هم درود به همه پیامبران فرستاده ایم و شخصی که در هر حال بمیرد روز قیامت در همان حال از قبر برمیخیزد وقتی ما میخوابیم و آخرین کلام ما سنای خدا و درود پیامبران باشد از این چی بهتر است و چی میدانیم که اگر شبی که خواب میکنیم آخرین شب زندگی ما باشد همچنان وقتی هر وقت که چشمتان بیدار شد اصلا تا اینجا همه فضایل این سه آیه را که به شما گفتم هدف و مقصد من این بود که شما را به این نقطه برسانم به کدام نقطه شب هر وقت که چشمتان باز شد از همان جا که وقت خواب کردن قطع شده بود رابطه دوباره به همان جا به حال می شود وصل می شود یعنی وقت خواب کردن سه بار آ سه آخر را خواندید و خوابیدید هر وقت شب که بیدار شدید و این سه آیه تان آمد یک بار خواندید یا دو بار خواندید یا سه بار پس مطمئن باشید که از طرف خدا بشارت برایتان است مجده و الهام برایتان است وقتی هر وقت شب که چشمت باشد و این سه آیه آخر سوره صافات را خواندید هر دعایی که میکنید بکنید هر مشکل اقتصادی دارید بیکاری است بخت است کاربار است صحت است اولاد نافرمان است یا دیگر مشکلات باشد برای آن مشکلتان دعا کرده بروید هر شب وقت بیدار شدید سه آیه را بخونید سه بار و اگر خواب غلبه کرد یک بار هم کافی است و برای مشکلتان دعا کنید ان شاء الله العزیز به زودی مشکلتان حل می شود نیاز به وضو و بی ندارد نیاز به رو به قبله ندارد نیاز به دست بلند کردن هم ندارد در دلتان دعا کرده بروید برای مشکلتان اگر 5 بار بیدار شدید 5 بار بخوانید اگر 10 بار در خواب بیدار شدید 10 بار بخوانید چند روز این عمل را با کنید بعد یا عادت می شود و اتومات به ذهنتان می آید همچنان بعد از امروز به زندگی تان نگاه کنید دقت کنید هر وقت از مجلس بلند می شدید فورا این دعا را بخوانید. تا اگر مجلس دینی بوده باشد اجر و پاداش آن تمام به شما داده شود و اگر در مجلس کمی و کوتاهی شده باشد خداوند عفو و درگذر کند او از شر آن مجلس شما را نجات بدهد بعد هر کار نیکی این عمل را بکنید لازمی بکنید عادت کنید مثلا این ویدیو را من به خدمتتان رساندم یک ویدیوی نیک و خیر بود و اگر بخواهم که خداوند اجر و پاداشی کامل برایم بدهد و اگر کدام جنبه منفی داشته باشد یا کمی کوتاهی از آن شده باشد از همه آن خداوند درگذر کند پس باید این سه آیه آخر سوره ای صفات را بخوانم تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار سبحان ربک رب العزه عما و سلام علی المرسلین والحمد لله رب